بله، ارتباطمون مثل اینکه برقرار شد و میتونیم خدمت ایشون باشیم. خانم کویی سلام عرض میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما، خسته نباشین. همینطور سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه شما. بنده هم عرض سلام دارم سرکار خانم کوهی، خیلی خوشحالیم که مجددا میزبان شما هستیم. با توجه به که سوال خیلی زیاده، اگر فرمایشی دارین بفرمایید در ابتدای برنامه، اگر که نه سوالات رو شروع کنیم. اوکی. من قبل از اینکه بخواید سوالات رو مطرح بکنین، یه سری مسائل هستش که فکر کردم خیلی مهم هستش. با توجه به کوتاهی برنامه خیلی مختصر میرم سراغش. اینکه به هر حال شرایط جدید شرایطیه که هیچکی نرفته تا حالا، راه نرفته ای هستش که هممون داریم برای اولین بار تجربه میکنیم، اما یک الگوهای یک اصولی همیشه ثابت هستش، مثل اصول والدگری و اصول در واقع شیوه های والدگری، و در مقابل اون کودکان و نوجوانانمون رو داریم که یه سری دانش‌ها در موردشون وجود داره و همیشه بایستی موقع در هر شرایطی که قرار گرفتیم، چه قرنطینه چه شرایط عادی، ما حواسمون باشه که این موارد رو رعایت بکنیم. یکی مسئله والدگری خودمون هستش. من نمیدونم صدای منو دارین؟ بله بله صدای شما هست. من تصویر شما رو نداشتم. بله. به هر حال مسئله والدگری که هستش، ما اصل اولمون این هستش که دوست داشتن بدون قید و شرط باید باشه والدگری ما. یعنی این اصل اولیه ما باشه، بعد ما میتونیم بر اساس این شیوه‌های تربیتیمون رو در واقع اجرا بکنیم و نتیجه بهتری میگیره، چون به هر حال اصل اول این هستش که ما بچه‌هامون رو بی قید و شرط باید دوست داشته باشیم، تا اینکه قبول بکنیم که اگر تو شرایطش سخت قرار گرفتن، اگر پرخاشگری نشون دادن، حرف ناسزا زدن، به هر حال ممکنه مصرف مواد برای نوجوان ها پیش بیاد، اون موقع هستش که ما با این شرط اصلی اولیه که دوستشون داریم وارد میشیم و میتونیم بهتر همحسی همدلی باشون داشته باشیم، بیشتر بفهمیمشون و اونها هم پاسخگویی بیشتری دارن. یک این هستش. و مسئله دیگه خود نوجوانی هستش که قبلا با تحقیقات روی رفتار انجام می شد و الان برین بیست شده، یعنی بر اساس تحقیقات روی مغز نشون داده که نوجوان ها یه ویژگی های خاصی دارن و اگر ما اینا رو بشناسیم در قرنطینه و غیر قرنطینه میتونیم بهشون کمک کنیم. یکی این که رفتارهای پرخطر رو ما تو نوجوان ها همیشه داریم و مغز اونها هنوز به طور کامل شکل نگرفته، خطر رو کاملا میفهمن مثل یه ادالت، مثل یه بزرگسال، اما اهمیت نداره براشون اگر اتفاق بیفته، یعنی فکر میکنن که مشکلی براشون پیش نخواهد اومد. یکی این هستش. یکی مسئله هیجانی رفتار کردن و ناگهانی رفتار کردن. یک نوجوان ممکنه که پرخاشگری بکنه و دقیقا چند دقیقه بعد عذرخواهی بکنه و این ویژگی نوجوانی هستش و ما اگر اینو بدونیم بهتر میتونیم که برخورد بکنیم. مسئله سوم که مسئله آخر هستش قبل از پاسخگویی به سوالات، مسئله خود تعاملات اجتماعی هستش که بسیار برای نوجوان اساسیه. اگر برای ما فقط تعاملات اجتماعی جنبه خب برها مثبت داره برای ما هم، اما برای اونها جنبه اساسی داره، چون هویتشون رو از روابط میگیرن و ما این سه مورد رو در مورد نوجوان اگر بدونیم میتونیم خیلی راحتتر با نوجوانمون ارتباط بگیریم و بفهمیمش و بیشتر بهش احترام بذاریم. بسیار عالی، خیلی ممنون.
بله، خیلی بله ممنون از سوال پاسخهای و توضیحاتی که کلی که فرمودین، خیلی روشنگر بودن. حالا به سوالاتی که شده، یه مقدار اطلاعات کاربردی تری میطلبن از طرف، حالا برای والدین و خانواده ها در شرایطی که به وجود اومده در حال حاضر. مثلا یک سوالی که خیلی پرسیده شده این بوده که حالا با توجه به همه توضیحاتی که شما فرمودین، روابط اجتماعیشون قطع شده، دوستانشون خیلی براشون مهم هست اما الان در دسترسشون نیستن، از هم دور شدن، چطور باید سلامت روان نوجوانان رو در این شرایط که خیلی محبوس شدن به عبارتی در خونه و فقط عملا والدینشون میبینن، تضمین بکنیم، ازش محافظت بکنیم؟ بله. سلامت روان نوجوان در هر حال وقتی توی خونه هستش با والدین هستش، یعنی ما بایستی مغز اونها باشیم، در واقع کورتکس مغز اونها باشیم، بهشون کمک بکنیم که چگونه خودشون رو تنظیم بکنن و شاید بهترین زمان باشه که ما ویژگی هایی رو که به طور اکادمیک تو مدرسه یاد نمیگیرن، تو مدرسه مت یاد میگیرن، ساینس یاد میگیرن، اما یاد نمیگیرن که چگونه همدلی بکنن، چگونه شنونده خوبی باشن، چجوری استرس خودشون رو کنترل بکنن. و الان شرایطی شده که این فراهم شده که ما بتونیم بهشون کمک بکنیم که بیشتر خودشون رو بشناسن. سوالتون مربوط به پر کردن و غنی کردن زمان هستش، نه؟ بله، البته در حقیقت سوال بعدیه، بخش دوم سوال همین بود. بله، اگر ما بتونیم رابطه خوبی رو با نوجوان داشته باشیم، با کمک و همیاری خودش ما میتونیم برنامه روزانه داشته باشیم، چون ما برنامه دراز مدت دیگه نمیتونیم داشته باشیم. مسئله عدم اطمینان از آینده وجود داره. ما اگر برنامه روزانه بخوایم داشته باشیم و با هم فکری خود نوجوان، میشه این برنامه رو غنی کرد. و اگر برنامه های مشترک خانوادگی فراهم کرد که بهترین وضعیت پیش خواهد اومد، یعنی برنامه مثلا دیدن فیلم های مشترک، ورزش مشترک، پیاده روی، دوچرخه سواری، چیزایی که به هر حال میتونه خانوادگی انجام بشه و میتونه به سلامت روان نوجوان کمک بکنه و در این حال ساعاتش رو به طور بهینه پر بکنه، در این حال که خب به هر حال درسش هم هست که همچنان درس ادامه داره تا اواخر جون. در کنار اون، بهترین کار این هستش که ما بتونیم رابطه خوبی برقرار کنیم تا بتونیم از خودش نظر بخوایم. وقتی که از خود نوجوان نظر میخوایم، خب همکاری بیشتری خواهد کرد در انجام اون. بله، در واقع بله، به خیلی متشکر. خب این چیز مطالبی که فرمودین در حقیقت میطلبه که حالا فرزند نوجوان هم خیلی مقاومت نکنه در برابر خانواده‌اش و همکاری داشته باشه. دوستان زیادی سوال کردن که فرزندانشون در مدت قرنطینه حالا بدخلق‌تر شدن، عصبی شدن، بیشتر بد اخلاقی میکنن، فریاد میزنن، عصبانی میشن، یا ترجیح میدن تنها باشن، فقط با گوشیشون باشن، یا فقط بخوابن، به تکالیف و درس مدرسه بی اهمیت تر شدن نسبت به گذشته. حالا چه کار میتونن والدین بکنن جز صبر و تحمل که و صبر فراوان که کنار بیان؟ بله، اگر بتونن صبر و تحمل بکنن که خیلی خوبه. اینجا شنونده خوب بودن برای نوجوان خیلی مهمه. یه مسئله که اول صحبتم گفتم قبل از سوالات، این که ما کودک و نوجوانمون رو دوست داشته باشیم بدون قید و شرط. اگر بدون قید و شرط دوست داشته باشیم، پرخاشگریش رو هم میتونیم با آرامش بیشتری برخورد بکنیم با پرخاشگری نوجوان. خب به هر حال ما چیزی که میدونیم در مورد نوجوانی، همونطور که گفتم، تعاملات اجتماعی اصل اساسی نوجوانی در مورد بیرون رفتن و ارتباط گرفتن و این ازش از نوجوان گرفته شده. ممکنه که نوجوانی که پرخاشگری بیشتر میکنه مربوط به این باشه که تعامل نداشته باشه، یا ممکنه که اضطراب یا افسردگی زمینه ای داشته باشه و از قبل این مشکل رو داشته. اینا سوالاتیه که من پاسخش رو نمیتونم بدم، چون در واقع
کسی که این سوال رو کرده، من نمیدونم که نوجوانش چه شرایطی رو قبلا تجربه میکرده، اما اگر پرخاشگری فقط به عنوان یه فاکتور پرخاشگری هستش، اون موقع هستش که ما با کام بودن خودمون بدونیم که آروم با آروم هستیم، با این بیس که بچه‌مون رو هم هر جور که هست دوست داریم، حتی اگه ناسزا میگه دوستش داریم، اونطوری میتونیم با وایس آرومتر، صدای آرومتر، با لحن بهتر و با صورت آرومتر و ریلکستر باش برخورد بکنیم و ببینیم که واقعا پرخاشگریش از کجا به کجا برمیگرده. سوالاتی که از نوجوان میشه کرد خیلی مشخصا باید بدون چرا باشه، یعنی وقتی میگی چرا عصبانی هستی، بیشتر نوجوان رو عصبانی میکنه. ما با ارتباط گرفتن با اون، با سوالاتی مثل این که چی شد که داری؟ چی شد که الان مثلا اینطوری شد؟ چه اتفاقی برات افتاده؟ اگر بخوای میتونیم صحبت بکنیم در موردش. اگر نوجوان جواب بده پاسخ خوب باشه خیلی بهتر. ممکنه بعضی نوجوان ها نخوان پاسخ بدن و حتی رفتارهای بدتر نشون بدن، چشمشون رو بچرخونن، پشتشون رو برگردونن، و باز هم ما به اون موضع پرنتی که عاشق هستش برمیگردیم، فاصله میگیریم و توی زمان آرومتر پیگیری میکنیم که ببینیم آیا این مشکل فقط پرخاشگریه یا آیا دچار مشکلات تعاملی هم مثلا شده، دیگه حوصله نداره با دوستاش چت بکنه، یا خوابش انقدر زیاد شده که به درسش نمیتونه برسه. اون موقع هستش که کانسرن بیشتریه و حتما نیاز هستش که پیگیری بیشتر بشه. با یه مصاحبه تلفنی تو این حد پاسخ به یه فردی که خیلی مشکل داره قطعا داده نمیشه و حتما به پزشک یا به روانشناس مراجعه بشه تو شرایطی که واقعا مختل شده تعاملات و کودک رو، نوجوانمون رو میبینیم که خیلی داره اذیت میشه، حتما پیگیری بشه. بله خیلی متشکرم سرکار خانم کوهی، خیلی استفاده کردیم با توجه به کوتاه بودن زمان ما و اینکه حالا پاسخی که شما دادید خیلی جامع و کامل بود. تقریبا تمام سوالات ما پرسی شد در حال حاضر. ما دو سه تا سوال داشتیم که اصلا قبل از اینکه ما بپرسیم شما تو اون بحث اولی خودتون پاسخ دادید از لحن خدا کرد. خیلی ممنون از مدیریت زمان شما. مرسی. اگر صحبت پایانی دارین بفرمایید. در این صورت ما باز هم از شما تشکر می‌کنیم و خداحافظی و امیدوار هستیم که در برنامه‌های آینده بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم. بله، اگه من یه 2 دقیقه 3 دقیقه وقت داشته باشم، من فقط سریع بگم قضیه انطباق پذیری که انعطاف پذیری که خیلی مهم هستش. ما انعطاف داشته باشیم. اگر کودکمون، نوجوانمون بیشتر میخوابه، ما دنبال این بودیم نوجوانمون بیشتر بخوابه. همیشه پدر مادر رو شکایت داشتن الان داره میخوابه، اجازه بدیم که بیشتر بخوابه. اگه کانسرن دیگه ای نیست، فقط مشکل خوابه، و اگر اسکرینشون بیشتر شده ایتس اوکی. تمام نوجوان ها دچار این مسئله هستن چون بیرون نمیتونن برن، و اگر چت بیشتری با دوستاشون میکنن بازم اوکیه، به شرط اینکه به کارهای دیگه شون میرسن. و ما از این زمان دوست دارم به بهترین نحو استفاده کنیم، فرصت باشه برای اینکه غیر از مسئله اکادمیک به ویژگی هایی مثل همدلی، گوش کردن بیشتر به کودکان و نوجوانانمون استفاده بکنیم، تا زمانی که از این قرنطینه اومدیم بیرون، بچه های با مقاومت بیشتر، مدیریت استرس بالاتر، انعطاف پذیرتر و خوشحالتر بیرون بیاییم. بله امیدوار هستیم پدر مادرم همینقدر خوشحال بیرون بیاد از این شرایط. خیلی متشکر هستم خانم کوی از توضیحاتتون. مرسی از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. تا برنامه آینده اگر که فراموشی ندید از شما خداحافظی میکنیم و عصر خوبی داشته باشید. مرسی، همچنین شما. خواهش میکنم، عصر خوبی داشته باشید. خدا نگهدارت. سرکار خانم لیلا کوهی بودن، عضو کالج روان درمانگران اونتاریو و خودشون هم به هر حال روان درمانگر هستند و افتخار این داشتیم که روی خط با ایشون صحبت بکنیم.